درود بیکران پاینده ایران ابوذر روحی ابوذر روحی تو روحت سلام فرمانده صادر میکنی پوفیوز برای کشورهای آفریقایی حالا حالا مرد دارم آقای ابراهیم رئیسی بلند شدن رفتن آفریقا یه سفر سه تا کشور کنیا رفتن اوگاندا رفتن کنیا اوگاندا فکر کنم زیمبابوه بود این سه تا کشوری بود که ایشون رفتن و و خب به یک دستاورت های بزرگی رسیدن معامله نفت با کالا واقعا دارن زحمت میکشن در دوران های ابراهیمی رئیسی یه شاهکار دیگه هم شد که نفت ایران به حراج گذاشته شد شاهکار دیگه این بود که نتونستیم پول گازمون از عراق کشور دوست همسایه بگیریم به جاش قرار نفتی رو بگیریم که خودمون نفت خودمون رو داریم حراج میکنیم حالا نمیدونم نفت عراق و به جای پول گاز که داریم میگیریم قرار این نفتو چکارش کنیم لولش کنیم بکنیم تو معتت خود آقای رئیسی یا نه نمیدونم ولی به هر حال در سفر بسیار پربار آقای ابراهیم رئیسی در این سه کشور آفریقایی یه چند تا قومی در حقیقت بدوی به مانند ماسمارای کنیا بودن که شیعه شدن خیلی اتفاق بزرگی بود و ما به معامله نفت و کالا رسیدیم اما در کنار این قضیه بخشی از مردم آفریقا اعتراض داشتن که آقا این ابراهیم رئیسی نماینده مردم ایران نیست این جنایتکاره ببین چقدر اینا بیابرو شدن حتی کشورهای آفریقایی هم اون بخشایشون چون این شما آفریقا هم داریم تا آفریقا دیگه مثل چین داریم تا چین ایران داریم تا ایران الان شما یه آدمی که منم ایرانی هم چه میدونم این عزیزانی که اعتقاد به شیعه هم دارن ایرانیان، همه هم اینه که الان مثلا اعتقاد به شیعه دارن برید تو چرخ گوش به چرخم به چرخن انگوش کوچیکه منم در نمیاد ایرانی هم اونا مثلا ایرانی هم. ولی اونا ایرانی های پلشت دوزنی ما هم مثلا در سطح حالا دیگه نوشابار باز کنیم خودتون میدونید آفریقا هم داریم مثلا کنیا داریم تا کنیا یه مناطقی هست در کنیا واقعا افراد با سواد دانشگاهی و غیره یه مناطقی هم هست مثل ماسامارای میرن اونجا میگن آو بابا علی مولا آو بابا علی مولا آو بابا علی مولا این آتش روشن میکنن دور آتش میچرخن و علی مولا میکنن دیگه اینم از اینا حالا افراد و دختران در حقیقت تحصیل کرده و دختران دانش آموزه اوگاندا با حضور رئیسی میان به بهانه اینکه شما اومدید در اوگاندا بخشی از این مچای مثلا سطح پایین و پایین شهر رو مناطق فقیرنشین ما رو مخشون رو زدی سلام پنش. اسلام کن بهتون گفتیم دیگه باکتری اسلام در جاهای توسعه نیافته رشد میکنه در اوگاندا اونجایی که توسعه نیافته است اینا رفتن سلام فرمونده خوندن حالا در مناطق که توسعه یافته هست در اوگاندا دخترانی که در این مناطق تحصیل کردن میان برای زن زندگی آزادی به فارسی شعار میدن من این شعارا رو تقدیم میکنم به تمام شیحیان اصنا که بچه های مردم رو زدن کشتن نگاه کنیم چی میگن جالبه این اولین شعارشونه که تقدیم میکنن یعنی اینا رو هم نشون بدید رئیسی جالبه واقعا ساندیس جهانی شد میگن سبزی پلو نداشتیم برات ساندیس گذاشتیم نسیجی <applause> 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 برو گم شد اینم جالب بود بیشرف بیشرف من میگن واقعا بیشرف هن اینایی که الان دارن از این نظام دفاع میکنن خب این خیلی جالب بود یعنی ببینید در دنیا یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی خب ترسیده به خاطر بحث اینترنت همینه داره یک کسافتکاری کاری هم میکنه که بتونه جلو اینترنت رو بگیره یه بخشش خب حالا الان سرعت ها رو کم کرده اینا یه بخش دیگه میخواد جلوی واردات گوشی های هوشمند سامسونگ و اپل رو بگیره کلا همه گوشی ها رو بگیره و مثلا تولید داخلی رو بده دست الان این گوشی تولید داخلی در حقیقت در راستای الان ما قبلا گفتیم تولید داخلی استفاده کنیم ولی اگه گوشی موبایل تولید داخلی بگیرید متاسفانه رژیم داره تولید داخلی سوء استفاده میکنه که بتونه محدودیت ایجاد کنه یعنی اگر بتونه کاری کنه که دیگه گوشی های سامسونگ و اپل و اینا ایران نیاد شما با گوشی های داخل و سیستم و جوری دارن میچینن که دیگه شما نتونید دور بزنید و بتونید فیلتر شکن روشون نصب کنید و این محدودیت های اینترنتی رو بالاخره دور بزنید رژیم فهمیده یعنی تا زمانی که اینترنت هست رژیم فهمیده دیگه نمیتونه قضیه رو جمع کنه میخواد ایران رو ببره به یک ما قبل دوران اینترنت و حداقل اینترنت داخلی داشته باشه که کسی دیگه دسترسی نداشته باشه مثل کره شمالی جمهوری اسلامی دو تا سناریو در صورت بودنش وجود خواهد داشت غیر از این دو تا هم نیست اصلاحات در جمهوری اسلامی به بنبست رسیده اگر جمهوری اسلامی همینجوری در حالت استنبایی که الان ما توی این یک سال هستیم الان ما تو فضا فضا استنباییه در این فضای استنبایی اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه دو تا سناریو سناریو طالبانی شدن یا سناریو کره شمالی شدن هیچ اصلا شک نکنید یکی از این دو تا سناریوه مگر اینکه ما وارد های دیگه ای بشیم یا براندازی که حالا اون خودش مخاطرات دی... مخارطه... مخاطره های دیگه ای داره مشکلات دیگه ای داره خطرات دیگه ای داره یا در کنارش یه کودتایی از توی نظامی های که این هم که من دارم میگم بیشتر شبیه به فانتزیه یعنی درست من زیاد تکرار میکنم ولی بر اساس های میدانی متاسفانه اونقدر قوی نیست این حرف من این حرف من تز فکریمه آرزوی هم آرزوی قلبیمه هم تز فکریمه ولی خب من آرزوی قلبی و تز فکریمو که نمیتونم به شما به عنوان دیتای میدانی بفروشم دیتای میدانی متاسفانه دیتای خیلی ناراحت کننده است دیتای است که بیشتر نشون میده شاید جمهوری اسلامی بتواند کشور رو به سمت طالبانیسم و به سمت کره شمالی ببره چون ما داریم سال 200 هزار تا مهاجر داریم سال دیوی هزار تا از ایران دارن مهاجرت میکنن ولی حاصل این اینترنت همین میشه که دختر مثلا آفریقایی در اوگاندا در مناطق توسعه یافته که من داشتم بررسی میکردم مناطق چون لباسایی که پوشیدن اینا بهتره پشت سرشون اینا مثلا آدم نگاه میکنه دکل مثلا موبایل و اینجور چیزا میبینه تو مناطق توسعه یافته شما میبینید که اینترنت چطور میتونه کمک کنه به ما که دنیا و همه یعنی دنیا منظور دولت اونا بهتر از همه میبینن. تو ایران چه خبره مردم دنیا نه دولتاشون. مردم دنیا بدون آقا ایرانی جماعت ربطی به اسلام و این حکومت نداره واقعا این یه واقعیتی ایرانی جماعت ربطی به این رژیم نداره ربطی به اسلام و حسن حسین یه مش پلشت دوزاری عقب افتاده واپسگرا امروز دنبال شیه بازی هم. حالا میخوام بگم خانواده تو هم اگه هستن بخشش تعارف نداری من حرفمو میزنم کلی استثنام قائل نمیشم نه خانواده من خوب بقیه بعد با... وقتی ما میگیم یه مش واپسگرا یعنی یه مش کرده عقب افتاده طرف داره مسئله اسلام و شیعه هستن اینجا با هیچ کی تعارف نداریم اینو ما باید یاد بگیریم که ما اینو که داریم میگیم بس که گفتیم تموم شد بگیم میخواد پدر مادر من باشه یا هر کسی اسلامه بعد بره و خوشبختانه این اینترنت باعث شده که حداقل بخش جدی از مردم دنیا بدونن این رژیم ربطی به ما نداره اما آینده ایران اگه این رژیم بمونه کره شمالی و طالبان و دو سناریو دیگه براندازی واقعا در حاله از ابهام فروپاشی جدی تره و این چیزی هم که تز فکری من کودتای نظامی هم که بر اساس دیتای میدانی ضعیفه و بیشتر شبیه متاسفانه تا این لحظه شبیه فانتزیه عاشقتونم تک تکتون به احرام از ایران میسپارم و دمتون گم که این برنامه رو توجه کرد